دوستان خوب تواناتک سلام. ما میخوایم در یک مجموعه ویدیویی درباره تلگرام با شما صحبت کنیم. درس اول و دوم این مجموعه رو به تنظیمات تلگرام و بحث امنیت اون اختصاص دادیم و امروز توی درس سوم میخوایم درباره تنظیمات گروپ توی تلگرام با شما صحبت کنیم. همه شما احتمالاً در اپلیکیشن های مختلف عضو گروه های هستید. بیشتر اپلیکیشن های ارتباطی در واقع امکان ساخت گروه رو به شما میدن که تلگرام هم از این دست به شمار میره. در این درس در واقع میخواییم که یک سری مواردی که در مورد گروه ممکنه به دردتون بخوره براتون توضیح بدیم. اگر احیاناً هنوز نمیدونید که چجوری توی تلگرام گروه بسازین، بعد از باز کردن اپلیکیشن تلگرام در تب چت بالای صفحه سمت راست وارد میشین و گزینه نیو گروپ رو انتخاب میکنید. در مرحله بعد افرادی که دوست دارین توی گروه عضو باشن رو انتخاب میکنید. با آپدیت جدید تلگرام هر گروه مجاز به انتخاب 2000 عضوه. بعد از انتخاب افراد گزینه نکست رو بالای صفحه بزنید. در مرحله بعدم نام گروهتون رو انتخاب کنین و وارد کنین و گزینه دان رو بزنید. شما به عنوان ادمین گروه امکان اعمال تنظیمات رو دارین. وارد گروه بشین، روی لوگوی گروه بالا سمت راست کلیک کنین. در این صفحه این موارد رو میبینین. اولین مورد ست گروه فوتو هست که میتونین برای گروه عکس مناسب رو انتخاب کنین. مورد بعدی نوتیفیکیشن هست که میتونین تعریف کنین نوتیفیکیشن فعال باشه، غیر فعال باشه و یا برای 1 ساعت یا 8 ساعت و یا 2 روز بی صدا باشه. مورد سوم شیرد مدیا هست که شما میتونید به کلیه فایل هایی که توی گروه ارسال شده یا ارسال کردین یک جا دسترسی داشته باشین. مورد چهارم اعضای گروه رو نمایش میده و اگر گزینه اد پارتیسیپنت رو بزنید میتونید عضوهای دیگر رو هم به گروه دعوت کنید یا لینک گروه رو بسازید و از طریق لینک دوستان و آشنایان خودتون اونا رو به گروه دعوت کنید. برای این کار گزینه invite to group و یا لینک رو انتخاب کنین. لینک گروه رو میبینین که اینجا میتونین لینک رو کپی کنین و به اشتراک بذارین. مورد آخر delete and exit هست، گزینه ای که برای خروج و حذف گروهه. به عنوان ادمین شما امکان حذف گروه رو دارین. اگر فقط عضو گروه باشین امکان خروج از گروه رو خواهید داشت. ممنون که با ما همراه بودین. اگر به هر سوال و مشکلی برخوردین با کارشناسای تواناتک از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی در تماس باشین.